بهشت، بریم به اون زمانی که شما برای اولین بار خودتون رو شناختین و متوجه شدین که به هر حال کی هستین و کجا هستین. میخوام بدونم که بعد که از زندان در واقع آزاد شدید کجا زندگی کردید؟ به هر حال شما کودکی بودین در اون زمان که قبل از این که با مدرسه و مهد کودک آشنا بشید و قبل از اینکه با پرستار و معلم آشنا بشید، با زندان و پاسدار و شکنجهگر و اینها مواجه شده بودید. برای ما از همون دوران کودکی ها بگید. بله، البته انقدر حرف زیادی که سخته که فکر کنم کجاشو بگم، ولی از همون موقعی که خودم رو شناختم و به هر حال به این فکر کردم که من کی هستم، بالاخره بابام کیه، مامانم کیه، چرا زندگیم این شکلیه. کی آزاد شدین؟ من یک بار سال 63 تحویل گرفتن. بله، من از زندان تحویل گرفتن در 2 سالگی که اینو که اصلا به خاطر ندارم، ولی در سال 67 یعنی قبل از اعدامای سال 67 بله، قبل از قتل عام، که من خیلی بیتابی میکردم که مامانم رو ببینم، چون به خصوص خب دور و برمون بودن خانواده‌های هواداری که بچه‌هاشون رو اعدام کرده بودن و من خب بودم توی این ترس همیشه. انقدر گریه و ناراحتی و بیتابی کردم که میخوام مامانم رو ببینم، چون ملاقات که نمیدادن. آخرش هم رژیم مثلا انگار که لطفی کرده باشه، آخرش هم ملاقات نداد، یعنی منو بردن تو زندان. یعنی دوباره که مامان، یعنی من دوباره با علارغم ترس شدید، چون به هر حال میدونید زندان چیزی نیستش، اونم زندان رژیم خمینی که به هر حال من میدونستم چقدر اعدام کرده، همین خاله ها و عموها از برای خودمون، دایی خودمو اعدام کرده بود، بابای خودمو شهید کرده بود، ولی به خاطر این دلتنگی که به هر حال من از مادرم جدا کرده بودن دیگه، من مادری که بالا سرم نبود، پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ پیری که اونام خودشون از غصه دایی شهیدم و بابای شهیدم همیشه عزادار بودن، بالاخره رفتم اونجا، رفتم زندان که توی این پروسه ها من زندان بودم. به خاطر همین چون خیلی هم از اعدامای سال 67 یادم هست، خیلی به این موضوع فکر میکردم و به خصوص عکس پدر شهیدم که توی اتاقم بود، خیلی همیشه با اون عکس حرف میزدم در همون دنیای کودکانم، چون اون موقع که خب ما بچه بودیم بهمون بالاخره دروغ میگفتن دیگه، اصلا گفتن نمیتونستن بگن، میگفتن بابای تو ستاره شده، دایی تو ستاره شده، مثل همین داستانی کردم خانم تو آسمون زندگی میکنه. خب بچه هم باور میکنه، این منطق که نداره.